سلام مجدد به آن در بیننده هایی که تازه با ما پیوستند. این لحظات از برنامه خوشبختانه مهمان داریم، جوان را داریم به نام به اسم نوید آریا، فارغ دانشگاه مولانا رشته حقوق و علوم سیاسی هستند. بیشتر از زبان خودشان میشنویم و امروز در رابطه با مشکلات جوانان در ولایت بلخ و خصوصا در افغانستان صحبت میکنند. سلام، صبح شما بخیر. سلام به شما. اولتر از همه سلام و احترامات خدا خدمت شما و تمامی بینندگان محترم تلویزیونتان تقدیم میکنم و همچنان از خداوند متعال آرزوی صحتمندی برای همه دارم. سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. خوش باشین. سلامت باشین. امروز در رابطه با مشکلات جوانان قرار است صحبت بکنیم. ما هم سوالات را میداشته باشیم از شما و جواب را از شما میشنویم. خب به نظر شما آقای آریا، مشکلات و چالش های صدرای پیشرفت جوانان در افغانستان و بخصوص در ولایت بلخ چی هست؟ نخست از همه با کسب اجازه از شما و از بینندگان محترم تلویزیونتان میخواستم اول یک مختصر یک معرفی کوتاه داشته باشم. اسم ما نوید آریا است. تقریبا دو سال بیشتر میشه که از پنزه حقوق علوم سیاسی از یکی از دانشگاه های خصوصی در ولایت بلخ فارغ شدیم و همچنان مدت 8 سال میشه که در یکی از بانک های خصوصی ایفای وظیفه میکنم. بسیار خوب. و البته قبل از این تدریس هم کردیم، در مکاتب درس دادیم، خصوصا زبان انگلیسی را، ادبیات انگلیسی را به طور مسلکی دو سال فارغ شدیم و یعنی علاقه که داشتیم فرزند برنامه را خیلی علاقه مند هستم تعقیب کنم، خصوصا برنامه هایی که از طریق تلویزیون ها تهیه میشه، داستان زندگی مردم، معلوماتشان، سرگذشتشان. خواستم که روی موضوعات مشکلات جوانان که یعنی چی مشکلات را دارن در افغانستان صحبت کنم و همچنان یک اشاره در ولایت بلخ داشته باشیم. اگرچه مشکلات جوانان خیلی زیاد است، اگر ما بگوییم از هر جنبه خصوصا در کشور خود ما مشکلات زیاد داره، اما می خواهیم که یعنی دو گزینه را روش تمرکز کنم که صحبت کنم. در نخست می خواهیم که مشکلات جوانان روی موضوعات انتخاب رشته تحصیلیشان و همچنان مشکلات اقتصادی که به جوانا فرمسال دست پنجه نرم می کنن روشان صحبت کنیم. خوب است. یعنی اگر تلویزیون شما یا مثلا اگر رادیوها مصاحبه با نوجوانا داشته در مکاتب رفته، شما دیده باشین که اکثریت اینا هدف در زندگیشان نداشتن. متاسفانه. ببینین بله، زمانی که ما فرضاً قبل از اینکه یعنی دانشگاه بخوانیم، قبل از اینکه فرضاً سال با دانشگاه بریم، وقتی که کلمه از هدف بیان می شد ما قدر جدی نمی گرفتیم. اما زمانی که ما از تحصیل خلاص کردیم، شامل وظیفه شدیم، ما دانستیم که هدف چی یک چیز مهمه بوده. ما اکثریت کسایی که در متعلمین ما مصاحبه هایشان شدیدیم، کسایی که قبل از اینکه جوانایی که بیاین اونا به دانشگاه برن شنیدیم، اونا چیزی را به عشق و علاقه یک مسلکی را اینا انتخاب نکردن. بله. شما اگه متوجه باشین که مثلا ما براتون مثال میگم، شما ببینین در یک مکتب اگر سوال میشه فرضاً از 10 نفر، شما علاقه مند هستین در آینده چی شوین، چی کاره شوین، کدام رشته را مولد انتخابتان است، شما ببینین که از فرضاً 10 نفر 8 نفر یا 5 نفر از اینا ما میخواهیم که دکتر شویم. بله. یا مثلا ببینین که 4 نفر از این میگه ما انجینیر شویم. شاید بسیار اندک تعداد افراد پیدا شوه کنا بگوین ما در آینده میخواهیم معلم شویم. یا میخواهیم در آینده فرض مثال ژورنالیست شویم. ما میخواهیم روی از این نکته اشاره کنم، یعنی دلیل چی هست؟ چرا یعنی ما موفقیت نداریم؟ چرا فرزند چنین چیزی در مردم انتخاب میکنن؟ شما ببینین اگر یعنی بکگراند از اینا مطالعه شود، با اینا دوباره بشینن صحبت کنن که
شما هدفتان چی است که مثلا سال میگین ما در آینده میخوایم دکتر شویم یا میخوایم انجینیر شویم؟ شما ببینید که بعد از حکومت انتقالی در افغانستان مردم یک بار آمدن به تحصیل هجوم آوردن، مثلا پنتونا آواز شد، اونا میبینن در جایگاه یک دکتر در اجتماع فرمثال یک پایگاه خوب اجتماعی داره، بله، مثلا موتر خوب داره، مثلا زندگی خوب داره. اما اینا پیشتر که براتون مثال گفتم از ده نفره که هستن، اگر پرسان کنی که شما به چی گونه فرضاً شما میخواین که طب بخونین، با چی آیا علاقه و عشق دارین؟ شاید یک تعداد از یا بگه که ما را پدر ما گفته که من به طب علاقه دارم بخونم، توجه هستین؟ یا یک تعداد دیگه شون بگه که فرمثال یک کسی که دکتر میشه به خاطر مزد پول عایدی که در جامعه میکنه. شما از این ده نفر اگر مقایسه کنین، شاید یک نفر از ایام پیدا نشه که اونا به خاطر خدمت به وطن خود کار کنه، یا مثلا عشق علاقه که به وظیفه داره انتخاب کرده باشه. که اینمی یک مشکل است که فرمثال ما تقریبا 18 سال بگوییم که فرزند تحت نظام که بعد از حکومت طالبا ما دانشگاه ها داشتیم، داریم، پنتون داریم، مکاتب ما بسیار خوبتر پیش رفته، ولیکن ما ضرورت میشه که بریم به کشور همسایه بخاطر یک مشکل خود پیش کنیم، یا یک تحصیل ما یا فرمثال تداوی باشه. ببینید تمامش این ارتباط به این میگیره که ما نتونستیم که فرمثال یک چیز درست انتخاب کنیم، تحصیل خود به یک هدف پیش ببریم و به یک عشق علاقه و صاحب پیش ببریم. دقیقا. بله. و در موضوع دوم میخواستم صحبت کنم روی مشکلات امنیتی که صدرای جوانان از در افغانستان و بخصوص یک اشاره در ولایت بلخ داشته باشیم. ببینید مشکلات امنیتی شاید زیادتر از همه تاثیرات خود بالای ازی انداخته باشه که جوانان نتونن که تحصیلات خود پیش ببرن. من شخصا خودم تقریبا دو سال بیشتر میشه که از یکی دانشگاه ها فارغ شدم. اما من زمان که اوضاع او زمان تا حال مقایسه میکنم که ما میرفتیم تحصیل میکردیم، یک مقدار تخیرات به وجود بله دقیقا. یعنی مردم مشکلات زیاد موجود شدن در اون زمان. فرمثال اگر ما یک دانشگاه را میدیدیم که از طرف شبانه محصلین ما درس می خواندن، شاید سه صنف تشکیل میداد. این علاقه مندی از اینا نشان میداد که باید امنیت نشان میداد که مردم میرفتن بعد از اینکه کارشان به اتمام میرسید اینا میرفتن تحصیل میکردن. اما شما ببینید که مو بسیار اندک شده. اگر سابق چهار صنف تشکیل میشد حالا یک صنف شده. بله. این مشکلات بزرگی است که پیش روی جوانان که فعلا در ولایت بلخ وجود داره. شخصا خودم یا به هر جوان دیگه که شما سوال کنین، ما در بین اجتماع هستیم، با مردم هستیم. یعنی خودم بارها به خاطر یک چیز عادی، یک تلفنی، یک چیز تهدید شدیم، با مشکلات مواجه شدیم. شاید اگر در این شرایط می بود امکانات بسیار کم بود که یک نفر بیایه تا ساعت چهار وظیفه اجرا کنه و بعدا بره بخواهد تحصیل کنه و بخواهد تحصیلات خود ادامه بده. یک مده بخش معالا که مورد را که یاد کردین گفتین متاسفانه جوانان ما هدف ندارن. شما به عنوان یک جوان به دیگه جوان ها چی مثلا دیدگاه دارین که چگونه بتونن در زندگی خود هدف داشته باشن، چگونه اهداف خود برنامه ریزی بکنن که به او بتونن برسن؟ سلامت باشین. ما یک چیز میخوایم اشاره داشته باشم که قبلا هم براتون گفتم، یعنی عمر انسان اوقدر طویل نیست که آدم به هر چیز مثلا 3-4 پنتونه بخونه، توجه هستین؟ یعنی هر چیز عمر یک دوره داره به حساب بخواد. ببینین که فرمثال جوانی است و نوجوانی است و چرا پختمی و هدف تعیین کردنش به خاطر ازی خوب است که مثلا یک چیز مشخص تعیین میکنی و هدف تعیین میکنی و دونمو بساب علاقمند هستی، تو رشد و پیشرفت خوبتر میتونی. اگر هدف ما مثال تعیین نمیشه، ببینید که یک بار بالا یک رشته تمرکز میکنی، فرمثال او را بدون علاقه و اتمام میرسونی، هدف نداری که ما باید چی بکنم در آینده.
به این کار دست بنداز، به او کار پیش برو. این منجر به این میشه که فرمثال وقت انسان ضایع میشه و ختم میشه، نمیتونید به جایگاه خدا برسانید. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین. در آخر پیامتان هم میشنوید به جوان ها، به شهروند ها، هر پیامی که داره. تشکر از شما، سلامت باشین. من پیام ما در آخر و تمام جوان ها ای است که پیشتر در سخن های خود اشاره به موضوعات کردم که فرد مثال یک نفر میخواهد طب انتخاب میکنه، اونا فکر میکنن که همه چیز طب است، یا فرد مثال انجینیر انتخاب میکنه فکر میکنه همه چیز انجینیر است. اما ما برسان میگم که اونا هر آن چیزی که فرد مثال علاقه داشته باشن، ببینن فرد مثال یک خبرنگار است. امروز ما میبینیم خبرنگار است، یک خبرنگار خیلی موفق است. ببینیم بسیار رشد کرده، بسیار پیشرفت کرده. شما اگر بگراند از اینا را مطالعه کنین، یکانا عامل پیشرفتی اینا چی بوده که عشق علاقه به اون مسلک داشته، رسمه علاقمندی بیشتر داشته. به این نیست که شما اگر مثلا امروز معلم در افغانستان کمترین معاش داره، بله کمترین امتیاز داره، اما داره میتونه معلم های موفقی که در سطح دانشگاهی خود رساندن، تحصیلات خوب کردن، برالاوه که اینا یک استاد موفق هستن، در بعد از اینا کورس های خوب دایر کردن، کورس های دایر کردن که بسیار عواید خوب دارن، در بین مردم یک جایگاه خوب دارن، پیشرفت های خوب را حاصل کردن. و پیام این است که اونمو هدف تعیین کنن، اونمو اونو پلان خود تعیین کنن و به همان چیزی که عشق و علاقه دارن اونمو تلاش کنن، انشالله به موفقیت میرسن. آها، تشکر، سپاس، سلامت باشین آقای علی که در برنامه امروز آمدین، دعوت ما را پذیرفتید. زنده باشین و تشکر از شما. بینده های عزیز، لحظات برنامه یک وقفه داریم، در ادامه با ما باشین.